داعش یک گروه تروریستی و هنوز سعی داره شهرهای ما رو به تصرف خودش در بیاره ویران کنه و شهروندهای ما رو بکشه <تصفح> همونطور که در پاریس و پایتختهای دیگه کرده ولی ما اونا رو شکست خواهیم داد. در حال حاضر وضعیت بغداد بهتر و امتر از گذشته است. استان انبار تحت کنترل ماست. البته هنوز چالش های زیادی پیش مونه. چالش های بزرگ. وضع شهر موسل متفاوته. اونجا خیلی دوره و ما در حال برنامه ریزی یک عملیات نظامی در موسل برای چند ماه آینده هستیم. باید خودمون رو با دقت برای اون آماده کنیم. بعضی وقتا برای کسانی که از بیرون به عراق نگاه میکنن سخته که تشخیص بدن چه کسایی کنترل جنگ علیه داعش رو در کشور در دست دارن آیا شبه نظامیان هستند یا ارتش ما چیزی داریم به اسم فرماندهی مشترک عملیات که پلیس، ارتش و نیروهای امنیتی همه نیروهای امنیتی کشور رو در بر میگیره این فرماندهی مشترک تحت فرمان فرمانده کل که همان نخست وزیره در ضمن وزیر دفاع وزیر کشور و اداره امنیت ملی هم وجود دارند همه ما با همین عملیات رو اداره می کنیم. چیزی که الان وجود داره یه بسیج مردمیه که حالا دولت هم اون رو به رسمیت شناخته و پارلمان هم اون رو تایید کرده یعنی یک بسیج قانونی است اونها باید تحت همان فرماندهی مشترک عمل کنند ولی این افراد نظامی نیستند و به استخدام ارتش یا نیروهای امنیتی در نیومدند خیلی از اونها اصلا نمیخوان به استخدام این نهادها در بیان یعنی یا کار دولتی دارند یا دانشجو هستند یا کار خودشون رو دارند و تنها دلشون میخواد از کشورشون دفاع کنند In the fighting in Syria, در جنگ سوریه کشورهای مختلف خاورمیانه دخیل هستند. آیا دلتون میخواد چنین مشارکتی رو از همسایه هاتون در عراق هم ببینین؟ نه لزومن. ما البته از هر گونه حمایتی از عراق و نیروهای امنیتی و نظامی عراق استقبال می کنیم ولی نمی خواهیم که این کشورها در عراق و کارهای عراق دخالت کنند موضوع اینه که هر یک از این کشورها به دنبال منافع خودشون هستند و سازمانهای اطلاعاتی و نظامیشون به اسم کمک به عراق به دنبال منافع کشور خودشون میرند. و ما شاهد تصاویر ناخوشایندی خواهیم بود It's pretty obvious in, in the United States. کاملا واضحه که در آمریکا دیگه توجه چندانی به عراق نمیشه منظورم توجه سیاسیه چه کار میتونین بکنین تا دوباره توجه آمریکایی ها رو جلب کنید البته ما هیچ علاقه ای به داشتن نیروهای زمینی اونها نداریم به اندازه کافی نیرو و سرباز داریم که آماده دفاع از کشورشون هستند ولی ما نیاز به اسلحه و تسلیحات و آموزش داریم احتیاج به کمکهای تخصصی و اطلاعاتی داریم تا بتونیم داعش رو شکست بدیم من در سه ماه اول نخست وزیریم به دلیل سرعت کم این کمک صبر و تحملم رو به پایان بود ولی در چهار یا پنج هفته اخیر شاهد افزایش سرعت این کمک ها بودیم حمله های هوایی شدت گرفتند و کیفیتشان بهتر شده. در ضمن همکاری های هم بین ما و نیروهای ائتلاف ایجاد شده تا سربازهای ما را یاری کنند. And finally, I just... می خواهم برگردم به موضوعی که قبلا در موردش داشتیم حرف میزدیم. زدیم. موسل سومین شهر بزرگ عراق در دست گروه دولت اسلامیه. کی و چگونه این شهر رو می پس بگیریم؟ We are hoping we have a plan. ما یه طرح و برنامه ای داریم. این شاید تا چند ماه آینده عملی بشه. پنج ماه، سه ماه. ground. بله میتونه. میتونه. هم بیشتر طول بکشه. بستگی به وضعیتمان و آمادگی من داره. و برای همین هم است که نیروهای اطلاف دارن به عراق کمک میکنن. نیروهای امنیتی ما باید آمادگی این عملیات رو پیدا کنند و ما برای اون داریم سخت تلاش می کنیم. می تونم اعلام کنم که ما مراحل مقدماتی برای عملیات موسر رو آغاز کردیم. ما بخشایی از نیروی ارتشمان رو برای این عملیات کنار گذاشته ایم. باید بین این نیروها و پیشمرگه های کرد ارتباط دقیق و محکمی در این عملیات باشد. این ارتباط باید خیلی تنگ تنگابت... این ارتباط باید خیلی تنگ تنگ باشد جای هیچ اشتباهی در این عملیات آزادسازی موسل نیست و عملیات هوایی نیروهای اطلاف هم باید خیلی دقیق با نیروهای زمینی ما هماهنگ شود من مطمئنم که ما میتونیم موسل رو با حداقل تلفات و هزینه آزاد کنیم و ضربه جدی به داعش بزنیم زیرا, اینجا زیرا آنجا مرکز داعش است و مرکز خلافت و ایدئولوژی آنهاست اگر درست عمل کنیم میتونیم داعش رو نابود کنیم تا پایان سال جاری موسل تحت اداره شما خواهد بود امیدوارم شاید حتی قبل از اون